موضوع دوممون سامانه خودنویسه. سامانه خودنویس در چند ماه پیش که من عرض کردم خدمت شما، سامانه‌ای که با هدف رایگان کردن معاملات بخش اجاره بین موجر و مستأجر راه اندازی شد و انشالله از سال آینده خرید و فروش ملک هم اگر ابزارهاش مهیا بشه، چون اتصال به سایر دستگاه ها هم نیاز داره، داره انجام شه، بتونیم سال آینده به امید خدا خرید و فروش ملک هم روی این انجام بدیم. سامانه خودنویس هم با هدف شفاف کردن معاملات، هم با هدف مدیریت بهتر بازار، هم با هدف کاهش قیمت تمام شده مستأجر برای پرداخت هزینه های واسطه، و هم به عنوان شفاف سازی و هم به عنوان کمک برای رفتن به سمت اسناد رسمی و هرچه سریعتر خارج شدن از اسناد عادی که هم خواسته و دستور مقام معظم رهبری بود و الحمدلله در مجمع مجلس هم مصوب کرد و مجمع تشخیص هم چند روز قبل کلیاتش هم تایید شد، بخش اعظمش به تصویب رسید و عملا یکی از روش هایی که میتونیم اسناد رسمی رو جاری و ساری کنیم هرچه بیشتر معاملات تحت سامانه است، که خب کار رو آسانتر میکنه برای صدور اسناد رسمی. تا امروز که خدمت شما هستیم بیش از کل کاربرایی که از این سامانه استفاده کردن 1,268,000 نفر بود و 347,875 نفر هم قراردادشون ایجاد کردن و بیش از 87,435 نفر تا این لحظه قراردادشون نهایی شده. سامانه های دیگر رو در صدد خاموش کردن هستیم. اتصال همه مجموعه ها به این سامانه انجام بشه، هم کار برای مشاورین املاک آسان تر میشه، هم کسایی که خودشون دوست دارن بین خودشون معاملات انجام بشه، موجر و مستأجر، نیازی به مراجعه به مشاورین املاک نباشن، در این سامانه میتونن انجام بدن و مشاورین املاک هم از طریق این سامانه میتونن کد رهگیری رو بگیرن که هم مردم راحت تر باشن و ما با چندین سامانه مواجه نباشیم، کار برای مردم آسان تر بشه، کنترل و مدیریت کردن بازار به نفع شایسته‌تری اتفاق بیافته.